سلام و درود بیکران خدمت همه دوستان، رفقا، همراهان عزیز، وقتون بخیر. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. اسم من میساقه و نام این برنامه هست موزیکور. در قسمت 35 برنامه موزیکور، طبق روال برنامه های نوروزی که این دو سه روز با هم در واقع پیش رفتیم، قرار یک موسیقی کلاسیک رو بذاریم رو میز، در باب صحبت بکنیم، در باب آهنگسازش، در باب دورانی که این موزیک ساخته شد و اگر مشخصات سبکی هم داره با هم بشکافیم اینجا. امروز میخوام بریم سراغ قرن 20، دوره موسیقی کلاسیک در یک قرن مدرن و تمامی مؤلفه‌هایی که در قرن 20 در موسیقی کلاسیک به یک بلوغ نسبی رسید. در این برنامه میخوایم بریم سراغ دیمتری شوستاکوویچ، آهنگساز شهیر روس که در نیمه اول قرن 20 شهرت جهانی پیدا کرد و هزار و یک قصه هم داشت، هزار و یک جنجال هم داشت. درگیر شد در واقع در یه مرحله‌ای با حکومت استالین در شوروی و چند تا کار بسیار افسانه‌ای خلق کرد که دو تاشو ما می‌خوام تو این برنامه مرور بکنیم، تکایشو بشنویم. یه دونه آهنگ هست، آهنگ والس شماره 2 و آهنگ بعدی سمفونی شماره 7، هر دو برای دیمتری شوستاکوویچ. و والس شماره 2 یکی از کارهایی که مطمئنن به یقین اکثریت دوستان شنیدن، شاید بعضیا ندونن که این کار مشهور شوستاکوویچ هست. شوستاکوویچ اصالتاً اهل لهستان بود، منتها در روسیه بزرگ شد، خانواده پدریش روس بودن. موسیقی رو در واقع از سن 6 سالگی شروع کرد. اولین آهنگی که ساخت و این آهنگ در واقع او رو تا حدی مشهور کرد، آهنگی بود به نام مارش عزا که در سال 1919 تولیدش کرد. یک مارشگونه بود و این به شدت در واقع فراگیر شد و حتی همون موقع صفحه های هم ازش ضبط شد. منتها آن چیزی که باعث شهرت شوستاکوویچ شد دو چیز بود. یک، اتفاقاتی که سال 1932 افتاد، فیلمی ساخته شد و والس شماره 2 موسیقی متن اون فیلم بود و اون فیلم در واقع تونست شوستاکوویچ رو به شدت در شوروی معروف کنه. اتفاق بعدی جنگ جهانی دوم بود که منجر به ساخت سمفونی شماره 7 شوستاکوویچ شد، سمفونی که به نام لنینگراد هم، مقاومت لنینگراد هم مشهوره. در جنگ جهانی دوم نیروهای پارتیزانی که با در واقع حکومت نازی در جنگ بودن، این اثر شوستاکوویچ رو به عنوان یکی از نمادهای مبارزات پارتیزانی بر علیه حکومت نازی در نظر گرفتن و در واقع موسیقی مقاومت لنینگراد به شدت جهانی شد و قصه های جالبی داره که بخشیش اینجا براتون میگم. علاوه بر این، شوستاکوویچ در تولید اپراهای نامداری هم در واقع دست داشته. دیگه معروفترینش اپرای لیدی مکبث هست که به شدت مورد خشم استالین قرار گرفت، تا حدی که مشهوره، میگن که استالین در سال 1936 در قالب مقاله‌ای در نشریه پراودا، نشریه اصلی، ارگان اصلی حزب کمونیست شوروی، در زمانی خود استالین هم زمامدار بود، یک مقاله تند و تیزی بر علیه شوستاکوویچ مینویسه و او رو متهم به فرمالیست بودن میکنه و جمله مشهوری که استالین داره میگه که آقا شوستاکوویچ به جای اینکه صدای خلق‌های زحمتکش شوروی باشد، میخواد یک اثر هنری فرمال صرف تولید بکنه و صدای بورژواها باشه، در حد مغز فندقی استالین. این جنگ و این نزاع که بین دستگاه شوروی هم با شوستاکوویچ بود در چند دوره باعث ممنوعیت کارهای او شد، از جمله اینکه بعد از این مقاله اپرای لیدی مکبث تعطیل شد و دیگه اجازه اجراش رو ندادن و خیلی از قطعات موسیقایی رکورد شده شوستاکوویچ بر روی صف هم در شوروی ممنوع شد. خدمت شما عرض کنم که سال 1932 یک فیلم ساخته میشه در شوروی به نام طرح مخالف. آهنگسازی این فیلم به شوستاکوویچ سپرده میشه و شوستاکوویچ برای این فیلم آهنگی رو میسازه به نام والس شماره 2. والس شماره 1 در واقع در دوره دانشجویی شوستاکوویچ نوشته شده. به این خاطر اثر والسی که برای این فیلم، برای موزیک متن این فیلم تولید میکنه رو خودش میذاره اسمش رو والس شماره 2. و این اثر انقدر در واقع در بین مردم شوروی و بعد مردم منطقه و بعد مردم جهان مشهور میشه که در واقع خیلی فراتر از اون فیلم میره و خودش زندگی مستقلی پیدا میکنه.
والس شماره دو آنقدر نام داره که تقریبا روی این والس نزدیک به 5 زبان 6 زبان دنیا در واقع روش ترانه گفته شده و همچنان از پرفروشترین و پرمخاطبترین موسیقی کلاسیک مدرن دنیا هست. منتها شعر اصلیش ماره بوریس کورنیلوف هست، شاعر روس، و نسخه که در فیلم طرح مخالفم آمده از این والس با شعر کورنیلوف هست. منتها گفتم به سرعت این اثر جهانی میشه و 1932 اولین سالی که شوستاکوویچ به عنوان یک چهره جهانی موسیقی کلاسیک مطرح میشه. اثر دوم به نام سمفونی شماره 7 یا مقاومت لنینگراد در سال 1939 تولید میشه، یعنی سالی که شروع جنگ جهانی دوم هم هست. این اثر تا 1941 طول میکشه و زمانی که ارائه میشه به عنوان سمبل مقاومت مردم شوروی بر علیه آلمان نازی مطرح میشه، در شوروی خیلی میگیره، به سرعت این اثر هم فراگیر میشه و فراگیر شدنش هم قصه جالبی داره، به این خاطر که اون موقع نوت‌های این کار رو نمیتونستن خیلی راحت منتقل بکنن به کشورهای دیگه، میکروفیلمی از این نوت‌ها تهیه میشه و این میکروفیلم با یه مشقت عجیب غریبی به غرب میرسه. مشهوره و مستنده که میکروفیلم در واقع نوت‌های این اثر شوستاکوویچ از طریق تهران به اروپا و بعد آمریکا رسیده، یعنی مسیر انتقالش از مسیر تهران بوده و اون اثر زمانی که در جهان منتشر میشه علاوه بر این که سمبل مقاومت در واقع مردم شوروی بر علیه حکومت نازی هست، تبدیل میشه به یکی از نمادگان جنگ جهانی دوم و مقاومت متفقین و آزادی خواهان بر علیه حکومت نازی. منتها این اثر رو حالا شاید دوستان پیگیرتر موسیقی کلاسیک شنیده باشن، منتها والس شماره دو آنقدر مشهور هست که فکر کنم هر کسی در هر سنی در واقع حداقل یک بار به گوشش خورده. آخرین باری که والس شماره دو در یک اثر رسمی استفاده شد در یک فیلم فکر کنم آیز وای چات بود در سال 1999 که کوبریک فکر کنم در سکانسی از فیلم اگر اشتباه نکنم یک رقص بالماسکه بود، در اونجا از والس شماره دو استفاده کرد. بریم والس شماره دو رو گوش کنیم اول و بدونید در باب چی دارم صحبت میکنم دوستانی که هنوز به خاطر نیاوردن این موزیک رو، و بعد بریم سراغ سمفونی شماره 7 یا مقاومت لنینگراد و پشت سر هم این دو فایل رو گوش بدیم. قربون شما، خیلی خوشحالم که برنامه نوروزی رو دنبال میکنید، حتما برنامه موزیک رو به دوستانتون معرفی بکنید، سابسکرایب و لایک هم یادتون نره و اگر هم امکانش رو داشتید دو تا پایگاه هست که میتونید از اون طریق به برنامه کمک مالی بکنید. این برنامه مستقل هست و مسلما کمک مالی شما خیلی میتونه در واقع ما رو یاری بکنه در ادامه راه. دمتون گرمه، تا فردا و بررسی یک موزیک دیگه، قربون شما.
Ich gehe schlafen. Ich kann nicht reden.